سلام، شب بخیر، چطوری؟ همیشه توی این موقع از سال توی تهران مشکل بزرگ آلودگی هوا رو داریم. که خیلی از علتاشو هممون میدونیم. اما امروز میخوایم تأثیر معماری و شهرسازی رو توی این مسئله براتون بررسی کنیم. اول از همه باید فرم و ویژگی‌های تهران رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید تهران توی دامنه قرار داره و بین کوههای اطرافش قرار گرفته که این باعث میشه آلودگی نتونه به آسونی با جریان هوا از این گود خارج شه. از یه طرف دیگه باد غالبی که به تهران میوزه از سمت غربه که اگه این دوتا مورد رو کنار هم بذاریم مشکل همینجا به وجود میاد. با طراحی درست لایه‌های شهری و اختصاص دادن مرکز شهر به ساختمان‌های بلند میشه از این جریان هوای غربی برای متعادل کردن هوای شهر توی فصل گرما و خارج کردن هوای آلوده تو فصل‌های دیگه استفاده کرد. ولی وقتی که ساختمان‌های بلند مرتبه توی غرب تهران ساخته شده، این جریان هوا با برخورد به ساختمان‌ها ضعیف میشه و به همین خاطر گرما و آلودگی توی شهر حبس میشه و راه تخلیه واسش نمیمونه. یه نکته دیگه هم که توی شهرسازی باید بهش توجه میشده قرارگیری مناطق خاص اطراف شهر. یعنی همونطور که گفتی باد غالبی که به تهران میوزه از سمت غربه، ولی با وجود شرکای صنعتی و کارخونه‌هایی که هستش توی حاشیه تهران، تمام آلودگی که این کارخونه‌ها تولید میکنن با این باد وارد تهران میشه و این مشکل رو بزرگتر میکنه. با درک همچین نکاتی میشه فهمید که تأثیر شهرسازی نادرست خیلی بیشتر از ترافیک و شلوغی‌های بیش از حده و میتونه تأثیرات سنگین‌تری مثل آلودگی‌های دائمی هوا رو به وجود بیاره. با ما همراه باشید و با دوستای خودتون معرفی کنید.